حمله بر شماری از باشندگان هزاره دایکندی با واکنش هایی روبرو شده است. یوناما یا نمایندگی ملل متحد در افغانستان با نکوهش این رویداد خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان آن شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، این رویداد را نشانه ای از جنایت‌های بین المللی خوانده است. آقای بنت بر نیاز به پیشگیری، محافظت و پاسخگویی بین المللی در برابر این حمله ها تأکید کرده و افزایش حمله های داعش بر هزارها و شیعیان را نگران کننده خوانده است. وزارت خارجه ایران نیز خواهان اقدام فوری برای مجازات عاملان این رویداد شده است. شماری از سیاستگران و مسئولان حکومت پیشین نیز به این رویداد واکنش نشان دادند و آن را هراس افکنانه خواندند، به شمول حامد کرزی، عبدالله عبدالله، امرالله صالح، رحمت الله نبیل، صلاح الدین ربانی و دیگر سیاستگران. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که ادعای طالبان درباره تامین امنیت سرتاسری یک ادعای عوام فریبانه است. طالبان بارها میگن که امنیت وجود دارد، هیچ دایشی وجود ندارد، افغانستان دامن است. پس مردم دایکندی بیچاره که کشته شدن کی بوده و چرا کشته شده، پس مسئولی همه کی است، کدام امنیت کو که امنیت نیست. بجای از اینکه طالبان برای ما زنان و دختران محرومیت ها را وضع کردن و محدودیت ها روز به روز بیشتر شده رفته، از ما کار، تحصیل، تعلیم و همه چیز را گرفتن، بجای از این محرومیت ها باید امنیت ما را بگیرن. یک گروه مشخص از هزاره ها را اینا چیز قرار داده بوده و 14 نفر چیز کمی نیست، 14 نفر یک چیز بسیار بلندی است که 14 نفر شهید بسازن. اما سخنگوی طالبان عاملان این رویداد را سایه بلفساد خوانده و گفته است که آنان را جستجو و به عدالت خواهند سپرد. مسئولیت تیرباران شهروندان هزاره کشور در دایکندی را داعش شاخه خراسان پذیرفته است، گروهی که طالبان حضور آن در افغانستان را انکار می‌کنند.